تو اولش بهم چی گفتی؟ گفتی با سیران دارم ازدواج سوری میکنم که بتونم راحت تر تو رو ببینم، نه؟ بعدش چیکار کردی؟ منو بردی خونه باغ، ساعت ها درباره سیران حرف زدی، گفتی زندگی تو بکن، نگفتی؟ خب چیه؟ تو منو مسخره کردی؟ اتفاقا تو منو مسخره کردی. تو چت شده؟ میگفتی یه آنتپی بیچاره است، میگفتی اینطوری برای رابطمون خیلی بهتره. بعدش چی شد؟ حسودی کردی، حسودیت شد، گفتی یه کاری بکنم فریدم حسودی کنه. ببین پلو، این بازی خطرناکیه، آخرش خیلی پشیمون میشی ولی متوجه نیستی. باشه فرید، من بهت چی گفتم؟ گفتم اگه بین من و سرتار چیزی باشه خودم بهت میگم، اگه نه. چیزی بینتون اتفاق افتاد؟ هنوز دوستیم، ولی این راه داره به سمت رابطه پیش میره. گفتی صادق باش، منم صادقم. هلو، تو مگه نمیفهمی من دارم چی میگم؟ نباید پیش بره، هیچ راه این در کار نیست. لعنت به راهش، این کارو تموم میکنی. قرار باشه یه روز یکی وارد زندگیت بشه، اون نباید این پسره باشه. یا اینو خودت حلش میکنی، یا اینکه من خوب میدونم باید چی کار کنم. فرید، اصلا به هیچ وجه خانواده سرتر شبیه آدمایی که ما میشناسیم نیستن. نمیخوام بلایی سرت بیاد، کاری نکن، فقط خدا میدونه چقدر براش صابون ریختم تا بلایی سرت نیاره. چی کار کردی؟ چیزه پلا، میگم چی کار کردی؟ کاری نکردم فرید، گفتم کاری نکنه که دیگه تموم شه. دختر، مگه تو دیوونه ای آخه؟ اونا کی هستن ها؟ کیان؟ اونا هفت جد آبادش رو میکنم زیر خروارا، خاک زیر خاک. به اون پسر زنگ میزنی، میگی همه چی تموم شد، تموم شد. میگی فرید اومد این حرفا رو بهم زد. پلا دیگه تو حق نداری این پسر رو ببینی، نباید ببینیش. اگه بهت حرف میزد اون موقع بهش میگی فرید تو رو نابودت میکنه. فهمیدی چی میگم؟ فرید نکن. هلو، تموم شد. این پسره کیه؟ مگه چند روزه میشناسید که آوردیش تو زندگیت؟ احمقی تو، لعنت به رابطه ی دوستیت. هلو، تمومش میکنی و از اون پسر جدا میشی. فهمیدی چی میگم؟ تو آخه با اون پسره چی کار داری پلو؟ دیگه اون پسره رو پیشت نمیبینم پلو. بار آخره که دارم بهت هشدار میدم، فهمیدی یا نه؟